سرتیتر خبرها. به دنبال حمله تلافی جویانه پاکستان به 7 نقطه در داخل ایران 9 تن کشته شدند. 22 تن از فعالان حقوق زنان، دادخواهان و حامیان جنبش زن زندگی آزادی در بیانیه مشترک از رؤیا حشمتی حمایت کردند. آمریکا خواهان آزادی بی قید و شرط نرگس محمدی و همه زندانیان سیاسی در ایران شد. شعبه دوم دادگاه انقلاب شهر دسفول یک زندانی 23 ساله را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرده است. نتانیاهو طرح تشکیل ائتلاف عربی به رهبری ریاض برای بازسازی غزه را رد کرد. رئیس جمهوری اسرائیل در داووس خواستار تشکیل ائتلافی قوی برای مقابله با ایران شد. آمریکا میگوید 14 موشک آماده شلیک حوثی‌ها را منهدم کرده است. مرحله جدیدی از عملیات پهپادی اوکراین در منطقه سن پیترزبورگ روسیه آغاز شد. حملات هوایی نسبت داده شده به اردن به جنوب سوریه 10 کشته بر جای گذاشت. چینی ها اولین میمون رزوس را شبیه سازی کردند. و به دنبال افزایش تنش در روابط با پاکستان و حمله موشکی این کشور به ایران، قیمت دلار افزایش یافت. درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروح خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز پنجشنبه 18 ژانویه 2024 میلادی برابر است با 28 دی ماه سال 1402 خورشیدی. یک مقام امنیتی پاکستان امروز پنجشنبه به شبکه خبری CNN گفت این کشور 7 نقطه در داخل ایران را هدف حملات تلافی جویانه قرار داده است. در تصاویری که ارتش پاکستان از لحظه شلیک موشک‌هایش به سوی ایران منتشر کرده، صدای فریاد الله اکبر شنیده می شود. خبرگزاری رویترز هم بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان را منتشر کرد که می گوید این کشور شبه نظامیان جدایی طلب در خاک ایران را تا یه مجموعه از حملات نظامی کاملا هماهنگ و دقیق هدف قرار داد و شماری از تروریست ها را کشت. این وزارتخانه هدف از حملات را تأمین امنیت و منافع ملی پاکستان توصیف و اعلام کرد که به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران احترام کامل می‌گذارد. از سوی دیگر خبرگزاری ها در ایران بامداد پنجشنبه به نقل از علیرضا مرحمتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان اعلام کردند که در حمله موشکی از سمت پاکستان به محدوده شهرستان سرابان 9 تن شامل 2 مرد، 3 زن و 4 کودک کشته شدند. به ادعای مرحمتی آنها غیر ایرانی بودند. یک گزارش دیگر هم حاکی از تخریب چند واحد مسکونی در محل حملات است. در این حال ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ضمن محکوم کردن اقدام پاکستان گفت کاردار سفارت پاکستان در تهران به وزارت خارجه احضار خواهد شد. شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به حمله پاکستان گفت پاکستان با این اقدام ثابت کرد که حامی اصلی تروریسم در شرق است و حرکت امروز آنها خیلی زشت بود. حشمت الله پلاحت پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره حمله پاکستان به سیستان و بلوچستان به دیدبان ایران گفت دیپلمات‌ها را حاشیه نشین کردند و ایران به یکی از پردشمن‌ترین کشورهای جهان تبدیل شده است. رئیس جمهور پاکستان میگوید کشورش در زمینه امنیت ملی و یک پارچگی سرزمینی خود کوتاه نمی آید و برای دفاع از خاکش از هر تدبیر ضروری استفاده خواهد کرد. او با اشاره به حوادث اخیر در نواحی مرزی ایران و پاکستان 2 کشور را برادر خواند و گفت لازم است که 2 طرف مشکلات را از راه گفتگو و مشورت با هم حل کنند. یک منبع امنیتی ارشد پاکستانی گفته است که ارتش این کشور در حال آماده باشه جدی قرار دارد و با هر ماجراجویی دیگری از سوی ایران با قدرت مقابله خواهد شد. خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه تصاویری از معترضان پاکستانی در اسلام آباد پایتخت را منتشر کرد که علیه حملات سپاه پاسداران به خاک این کشور دست به راهپیمایی زده و شعارهایی علیه ایران سر دادند. یکی از معترضان به خبرگزاری فرانسه میگوید پاکستان یک قدرت اتمی است و حمله به این کشور قدرتمند برای کل جهان خطرناک است.
اظهارات مقامات جمهوری اسلامی درباره حمله پاکستان به خاک ایران و اتباع نامیدن 9 جان باخته این حمله واکنش‌هایی را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخته است. علیرضا مرحمتی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان، امروز پنجشنبه در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که در حمله پاکستان به یک روستای مرزی ایران 3 زن و 4 کودک کشته شدند که اتباع خارجی بودند و انفجار دیگر با فاصله دورتر نزدیک شهر سراوان اتفاق افتاد که در آنجا ما تلفاتی نداشتیم. در پاسخ به این اظهارات مجری صدا و سیما میگوید خب خدا را شکر دست شما درد نکند. ادعای اتباع خارجی بودن کشته شدگان در حمله پاکستان از سوی رسانه‌های حکومتی دیگر از جمله نور نیوز و بسته به شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی هم تکرار شده است. در گزارش نور نیوز نام کودکان کشته شده در این حمله ماهیکان بلوچ، خانی دوست، بابر دوست و چراغ دوست اعلام شده است. این اظهارات واکنش‌هایی را در شبکه‌های مجازی برانگیخته و اغلب کاربران اتباع نامیده شدن جانباختگان حمله هوایی پاکستان به خاک ایران را نکوهش کردند. 22 تن از فعالان حقوق زنان، دادخواهان و حامیان جنبش زن زندگی آزادی در بیانیه مشترک از رؤیا حشمتی حمایت کردند که در پی انتشار تصویر بدون حجاب اجباری حکم قضایی 74 ضربه شلاق را تحمل کرد. آنها با محکوم کردن حجاب اجباری و شلاق خواستار حمایت همه اقشار جامعه از حشمتی شدند. وبسایت هرانا در گزارشی نوشت که در حال حاضر حداقل 12 زندانی در ایران با اتهامات سیاسی یا امنیتی به اعدام محکوم شدند. این 12 زندانی سیاسی در زندان‌های اوین، قزلحصار کرج، شیبان اهواز، دیزل‌آباد کرمانشاه و زاهدان به سر می‌برند و با حکم دادگاه‌های انقلاب و کیفری قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند. به نوشته هرانا، شعبه‌های 26 و 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری و قاضی محمد مقیسه با صدور حکم اعدام برای 8 تن از این افراد در 2 پرونده مجزا بیشترین نقش را در صدور احکام اعدام برای این افراد داشتند. آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، صدور حکم تازه 15 ماه زندان برای نرگس محمدی را محکوم کرد و سوی دیگر از آزادی موقت الهه محمدی و نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگارانی که حدود 17 ماه زندانی بودند، استقبال کرد. پیلی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن درخواست برای آزادی بی قید و شرط نرگس محمدی نوشت: کارزار رژیم ایران برای ساکت کردن منتقدان و فعالان حقوق بشر از جمله نرگس محمدی باید متوقف شود. و سوی دیگر فرانت لاین دیفندرز با انتشار نامه درخواست اقدام فوری به صدور حکم حبس تازه برای نرگس محمدی اعتراض کرد. این سازمان حقوق بشری مستقر در ایرلند با اعتراض به محکومیت 13 زن زندانی سیاسی در اوین از حق تماس تلفنی و حق ملاقات خواهان آزادی آنها شد. در خبر دیگر، منوچهر بختیاری، زندانی سیاسی محبوس در چوبندر قزوین و پدر دادخواه پویا بختیاری، به مدت 3 ماه از دسترسی به تلفن زندان و تماس با خانواده محروم شده است. یک خبرگزاری در ایران از پرونده سازی و صدور حکم 6 ماه انفصال از خدمت برای پرستاران معترض به شرایط صنفی خبر داد. خبرگزاری ایلنا وابسته به خانه کارگر به نقل از دبیرکل خانه پرستار نوشت: 6 ماه انفصال از کار در شرایطی است که با مشکل کمبود پرستار مواجه هستیم. محمد شریفی مقدم همچنین از اجباری بودن اضافه کار برای پرستاران خبر داده و تاکید کرده که پرستارانی که اضافه کار را نپذیرند به هیئت تخلفات معرفی می‌شوند. دادگاه تجدید نظر حکم 4 ماه حبس برای طاهر اصغرپور از معلمان استان البرز را تایید کرد. به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اتهام این معلم و مترجم تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. شعبه دوم دادگاه انقلاب شهر دسپول یک زندانی 23 ساله به نام سید مالک داورشناس از اهالی شابورد از توابع شهرستان کرخه را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرده است. سید مالک داورشناس از اردیبهشت ماه سال 1400 به دست ماموران اطلاعات بازداشت شده و به گفته منابع آگاه برای پذیرفتن اتهامات انتصابی به خود مورد آزار و شکنجه فیزیکی و روانی قرار گرفته است.
فرد دیگری از دوستان آقای داوشناس هم همراه با او بازداشت شده که در جریان محاکمه به اتهام مشارکت در اخلال در نظم به 10 سال حبس محکوم شده است. منابع مطلع میگویند که قوه قضاییه سید مالک داوشناس را به هجوم بردن و آتش زدن مرکز بسیج شابور متهم کرده و او را به اتهام بقی به اعدام محکوم کرده است. برندگان عجمن در این لحظه توجه شما را به پایم های بازرگانی جلب میکنم. سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانت رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26 هزار دلار پرداخت میکنه. بله، 26 هزار دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26 هزار دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-909-001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در 2 اندازه های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس. 818-377-31 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. شبکه NBC آمریکا گزارش داد که نخست وزیر اسرائیل طرح آمریکایی برای تشکیل ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی برای بازسازی غزه را رد کرد، زیرا این طرح مبتنی بر تشکیل کشور فلسطین است. بر اساس این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی عادی سازی رابطه کشورش با اسرائیل را به عنوان بخشی از توافق بازسازی غزه به شرط دریافت تعهد از سوی اسرائیل برای ایجاد مسیری جهت تشکیل کشور فلسطینی پیشنهاد کرده است. به گفته NBC، آمریکا هم بر لزوم روی کار آمدن رهبری جدید فلسطینی تاکید دارد و طرح خود را بر اساس همکاری با 5 کشور عربی به رهبری عربستان تنظیم کرده است. 3 مقام ارشد آمریکایی به NBC گفتند که در سفر هفته گذشته وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو به آنتونی بلینکن گفته است که آماده توافقی نیست که امکان تشکیل کشور فلسطینی را فراهم کند.
اسحاق هرزوگ رئیس جمهوری اسرائیل روز پنجشنبه در سخنرانی خود در مجمع جهانی اقتصادی در داووس سوئیس خواستار تشکیل یک ائتلاف بسیار قوی برای مقابله با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن در منطقه شد. او در کنار عکسی از یک گروگان یک ساله اسرائیلی در غزه سخنرانی کرد. هرزوگ تاکید کرد که جنگ کنونی تنها بین اسرائیل و حماس نیست. جهان باید این را ببیند. امپراتوری شیطانی تهران میلیاردها دلار خرج سلاح می کند تا صلح و ثبات جهان و منطقه را برهم بزند. به گفته رئیس جمهوری اسرائیل به همین دلیل جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن باید با گامها و پاسخ قاطع ائتلاف جهانی روبرو شوند. نیروی هوایی اسرائیل به عنوان درس جنگ غزه و نظر به تهدیدات فعلی و آینده برای این کشور بر یک طرح جدید با هدف تجهیز بیشتر این نیرو به جنگنده‌ها و بالگردهای جنگی متمرکز شده است. گزارشگر امور نظامی روزنامه اسرائیل هیوم روز پنجشنبه در گزارش اختصاصی در این باره نوشت که تجهیز نیروی هوایی به جت‌های جنگی و بالگردهای تهاجمی پیشرفته با هدف افزایش استقلال اسرائیل در زمان روبرو شدن با وضعیت بحرانی و کاهش وابستگی به آمریکا از اهداف این طرح است. تا پایان توافق 10 ساله کنونی آمریکا و اسرائیل در خصوص اعطای کمک سالانه 3.8 میلیارد دلاری به این متحد خود هنوز 4 سال باقی مانده، اما به نوشته اسرائیل هیوم، اسرائیل از همکنون در تلاش است تا توافق آتی را به گونه‌ای پیش ببرد که از کمک‌های امنیتی و نظامی بیشتری از سوی آمریکا برخوردار شود. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که سایت‌های موشکی شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران را مورد حمله قرار داده و 14 موشک آماده شلیک آنها را منهدم کرده است. این 4مین حمله نیروهای آمریکایی به مواضع شبه نظامیان حوثی در یمن در یک هفته اخیر است. در بیانیه سنتکام تصریح شده که این موشک‌های آماده پرتاب تهدیدی قریب الوقوع برای کشتی‌های تجاری و نیروی دریایی آمریکا در منطقه بودند. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده تاکید کرده که نیروهای ارتش این کشور در راستای حق دفاع از خود این سایت‌ها را منهدم کردند. یک منبع نظامی اوکراینی خبر می‌دهد که نیروهای اوکراینی در جریان حمله پهپادی روز پنجشنبه به یک پایانه نفتی در شهر سن پترزبورگ روسیه اهدافی را در خاک روسیه هدف قرار دادند. جزئیات بیشتری از این اهداف منتشر نشده، اما این منبع به خبرگزاری رویترز گفته است که این حمله پهپادی بخشی از یک مرحله جدید عملیاتی در منطقه است. این منبع نظامی در همین روز به یک وبسایت خبری گفت که این حمله با هواپیمای بدون سرنشین نشان می‌دهد که تأسیسات نظامی در سن پترزبورگ و استان لنینگراد روسیه از این پس بهتر در تیررسی نیروهای اوکراینی است. رسانه‌های محلی سوریه و ناظرانی که درگیری‌ها در این کشور را رصد می‌کنند گفتند که در پی حملات هوایی روز پنجشنبه به جنوب سوریه که اردن مظنون به انجام آن است، 10 تن از جمله کودکان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز هیچ اظهار نظر فوری از توی مقامات اردنی منتشر نشده است. ارتش اردن در هفته‌های اخیر بعد از درگیری‌ها با 10 مظنون به ارتباط با شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی که محموله‌های قابل توجهی مواد مخدر را همراه با سلاح و مواد منفجره در مرز این کشور با سوریه حمل می‌کردند، کارزار علیه قاچاق مواد مخدر را تشدید کرده است. برنامه رجمن بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. دریافت سریع اقامت کانادا با برنامه این استارتاپ قابل توجه کلیه افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم به بالا و تسلط به زبان انگلیسی در حد آیلتس 5. من دکتر اشکان عالمی، مدیر عامل شرکت عالمی گروپ، و من آرمان عالمی، وکیل رسمی دادگستری در اونتاریو و بریتیش کلمبیا، راه شما را برای رسیدن به اقامت دائم در کانادا همراه می‌کنیم. با ما تماس بگیرید. ویست ساید میدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی.
داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس 818-818-0707 hidarilagroup.com. خبرها را دنبال میکنیم. باستانشناسان در حفاری‌های باستانشناسی در منطقه جبال الخلیل اسرائیل یک تکه نقره‌ای کمیاب را که در خارج از سرزمین اسرائیل و در دوره سلطه پادشاهان ایرانی ضرب شده بود کشف کردند. این پول متعلق به دوره‌ای است که استفاده از سکه تازه در این منطقه آغاز شده بود. تاکنون تنها حدود 6 سکه از این نوع در اسرائیل پیدا شده است. کارشناسان میگویند که سکه ضرب شده مربوط به قرن 4 قبل از میلاد به حالت نیمه پیدا شده و نشانگر زمانی است که قطعات نقره وزندار به جای سکه استفاده می شدن. به گفته باستانشناسان این سکه یافت شده که 11.7 گرم وزن داشت، یک سکه با وزن استاندارد در منطقه پادشاهی یهودا بوده و نشان می دهد که اجناس در این بازارها به دقت وزن می شدن. محققان چینی موفق شدند اولین میمون رزوس را کلون یا شبیه سازی کنند. این میمون به دلیل تشابه زیاد فیزیولوژیش با انسان به طور گسترده در تحقیقات پزشکی به کار برده می شود. میمون های شبیه سازی شده در آزمایشگاه می توانند مراحلی از تحقیقات پزشکی مانند تست کردن داروها را تسریع کنند. تشابه مو به موی ژنتیکی این حیوان ها جوابهای قطعی تری در مراحل آزمایشی در اختیار قرار می دهد. دانشمندان چینی بگویند این میمون کلون شده برای بیش از 2 سلامت بوده و این نشان می دهد که فرایند شبیه سازی آنها موفق بوده است. سخنگوی انجمن سلطنتی جلوگیری از آزار حیوانات بریتانیا میگوید که به نظر این انجمن آزار و رنجی که در این فرایند به حیوانات میرسد بسیار فراتر از هر نوع منفعت سریع است که عاید انسانهای بیمار میشود. گزارش ها در رسانه های داخل ایران حاکی از افزایش قیمت دلار آزاد در کشور به دنبال افزایش تنش در روابط با پاکستان و حمله موشکی این کشور به خاک ایران است. وبسایت تجارت نیوز نوشته است که قیمت دلار در بازار آزاد روز پنجشنبه 28 دی ماه در ساعت 12 ظهر با 3.7% افزایش 54,100 تومان اعلام شده است. بینندگان عجمن، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.